در حالی که معرفی نامزد وزارت دفاع ملی به مجلس نمایندگان ماها زمان در بر گرفت، اما در همین حال مجلس نمایندگان افغانستان با طرح استیضاح تصمیم گرفتند تا وزیر امور داخله افغانستان را در یک قدمی سلب صلاحیت شدن قرار بدن. نارضایتی از وزیر امور داخله در حال بلند میگیره که ناامنی ها در افغانستان به اوج خود رسیده. اما پس از این که ساختمان پارلمان افغانستان مورد هجوم شورشیان و حمله کنندگان انتحاری قرار گرفت، این نارضایتی به اوج خود رسید. ما چگونگی برخورد مجلس نمایندگان با وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان را در زمان استیضاح ایشان و همچنان با نامزد وزارت دفاع ملی را در زمان ای که اونا به خاطر رای گرفتن میرن امروز به تحلیل و بررسی میگیریم و همچنان به ای هم میپردازیم که مجلس بنابر چی میاره به سه تن دیگه، هر یک بانو انیسه رسولی نامزد برای شورای عالی دادگاه عالی یا سر محکمه و آقای سید یوسف حلیم همچنان نامزد برای شورای عالی دادگاه عالی و آقای خلیل صدیق نامزد برای ریاست بانک مرکزی افغانستان را تحلیل و بررسی میکنیم. من میرویس آریا هستم، میزبان امشب برنامه آماج. مهمانان ما در بحث کنونی آقای نقیب الله فائق، بانو فاطمه نظری، آقای کمال ناصر اصولی و در فرجام هم آقای عباس ابراهیم زاده اعضای مجلس نمایندگان هستند. سپاسگزار هستم از حضورتان مهمانان گرامی. نخستین پرسش شما را آقای اصولی از شما مطرح بکنم، چی چیز باعث شد که طرح استیضاح وزیر امور داخله ترتیب شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ده هر سند مختار شد میز گردنوالا و ده تلویزیون کتون کتنگی هیله و احترامات بلنده کوامه. گرچه ز پخپلا د افغانستان د خلکو د نماینده په صفت باندې د دغې استیضاع مخالف یم اووم، په دې استیضاع کې ما امضا هم نه ده کړې. دلیل مخالفتتان چی است؟ وایم درته ټول مسایل درته وایم. یو دا چې د کورنیو چارو وزیر ډیر کم وخت کېږي چې وزارت ته راغلی و، زما په اند باندې دته حداقل باید یو کال مهلت دی ورکړل سوی وای تر څو د کار کړی وای. دوهم دغه سړی کارکونه سړی ده، اما هغه نواقص یې درته وایم چې دا وکیل صاحبانو ولې راجمع کړې د ده په مورد باندې د استیضاح امضاګانې او دا طرحې ولې وړاندې کړه. د ده په شاوخوا کې ځینې خلک ځینې کړۍ راټولې شوي دي او علني پیسې اخلي په مقرریو باندې، وزیر خبر نه دی. په دغه نوی مقرریو کې هم دغسې شوی؟ کاملا په د نوی مقرریو کې هم همداسې شوی دي. هغه چې د وزارت په صلاحیت کې دي، هغه نه چې د ریاست جمهوري په صلاحیت کې دي، پیسې اخیستل کیږي. او زه درته د لوی پکتیا، ما در ساحې لوی پکتیا براتان میګم که یکی از قماندان های کندک هایی که در آنجا د سرحد وظیفه اجرا میکنند 60,000 دلار مصرف میکنه و میره قماندان کندک میشود. این موضوع را من به صفت وکیل ده بار امرای وزیر داخله مطرح کردیم، هیئت تعیین شد، هیئت نظر را آوردن، اما وزیر داخله در پروگرام های خود ناکام ماند، نتانست حتی همون نظر هیئت را هم به سر کرسی بشانند. اینمی مسائل بوده که در خود داخل وزارت بعض از وکیل صاحبا خفه شده هند و امروز طرح استیضاح را برشان آماده ساخت. موضوع حمله بالای پارلمان از علتهای دیگری بوده که بعض از وکیل صاحبا در مورد وزیر صاحب داخله موقف گرفتند و آن را استیضاح آنها را در مجلس مطرح کردند. باور من بر این هستم که اگر در وزارت داخله، ببینین من در اول گفتم که من شخصا مخالف این بودم که نباید این کار میشد، مهلت میدادیم برایشان به خاطر که وضع اقتصادی و سیاسی و امنیتی کشور ایجاب این را به نظر من نمی کرد که فعلا ما بریم به طرف استیضاح. از یک طرف وزیر دفاع رای اعتماد برایش بتیم و از طرف دیگر وزیر داخله را رای اعتماد راست پیش بگیریم. شما خودتان تایید میکنین که در تطبیق برنامه شاق وزیر داخله ناکام بوده، پس فرد ناکام
اگر شما برش یک سال یا چند سال هم فرصت بتین، همو فرد خواد بود. وقتی که برنامه خود تطبیق نمیتونن، باید چی کار شوه؟ تا یک حدی ما احترام میگذارم به تصمیم گیری وکلا، به خاطر که یک وکیلی که در پشت استیضاح یک وزیر امضا میکنه حتما یک مسئله هست. من دو مسئله مهم را گفتم برایتان که یک مثالم برایتان آوردم. برنامه های بزرگ امنیتی را تابال ما جهت های مثبت و منفی شان را ندیدیم که کدام جهت مثبت داشت و کدام منفی داشت، به خاطر که تابال عملی نشده است و هیچ چیز را امنیت وزارت داخله برای ما گفته نمیتواند که این طرح بزرگ امنیتی ما هست که ما تطبیق کردیم و در یک ساحه امنیت آمده است. من موارد را که وزیر داخله میگفت که تقرر است که من میتونم بعد از تقرر طرحه های خود را عملی بکنم، تابالی در مقرره ها بند بود. حال میایم به پاسخ سوال شما. میدانم وزیری که در بعض از برنامه های خود ناکام باشه و در بعض موارد نواقص داشته باشه، قسمی که ما گفتیم و هیر ما پیش روی وزیر داخله هم گفتیم، تا یک حد و اندازه اگر اینمی تمام وزن ای وزیر باشد و پروگرام و برنامه و استراتژی ای وزیر باشد که در وزارت داخله می خواهد در طول سالهای آینده تطبیق بکنه، بدان ضرورت بر این طور وزیر نخواهد بود. اما وزیر داخله می گوید که مرا اجازه بدین که طرحهای خود را من تطبیق بکنم. اینجاست که کسانی که در پهلوی وزیر هستند آنها مزاحمت و یا هم از هان عامه سیاسیون افغانستان را در مقابل وزیر تغییر می دهد و اینمی شواهد استیضاح یکی از دلایلی هست که ذهن وکلا در برابر وزیر داخله تغییر کرده هست و آنها می خواهند که این را تطبیق کنند. اینجا چی طور می توانند برنامه های خود را در آینده تطبیق بکنند؟ وزیر داخله می گویند که برای ما وقت بدین. وزیر داخله می توانند کسانی که در پهلویش آمده هست و از موقف وزارت داخله ایشان سوء استفاده می کند، با تغییر عاجل و فوری آنها میتوانند تا آنها در آینده بتوانند. فکر میکنم که آقای نورالحق علومی کار کرده میتونه، چون زنجیری فساد و کار مافیایی در افغانستان در هر جای بسیار محکم است. یک روز اگر من وزیر باشم نمیپذیرم که دکتر عبدالله و دکتر اشرف غنی فرمایشاتش چی هست. آنچی را خواهیم کرد چیزی را که پلیس ملی افغانستان را به طرف بهبود، وضع پلیس افغانستان را به طرف بهبود میبرد. سپاسگزارم آقای اصولی از شما. آقای ابراهیم زاده، آیا فکر میکنین که وقت دادن به وزیر داخله میتونه مشکل را حل بکنه و آنچه را که آقای اصولی گفتن که من مخالفش هستم که قدر زود طرح استیضاح از اینا آماده میشد؟ به نظر شما این طرح استیضاح چقدر معقول هست که در این مدت برای وزیر داخله ترتیب شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام خدمت همکارای عزیز، سلام خدمت شما و تمام مردم افغانستان. البته وزیر داخله ما، احترامی که ما برش داریم، آدم خوبی هست، مهندسش در فساد آغشته نیست، اما ضعیف است. سندش از حد گذشته، سندش بالا رفته، در سند 70 ساله هست و ما در شرایط بحرانی افغانستان کسی را کار داریم که علیه بحران افغانستان مبارزه کنند. امروز شما در افغانستان شاهد هستین که از یک طرف داعش، از دیگر طرف طالب و از تمام دهشتگردهای دنیا در افغانستان جمع شده و علیه مردم افغانستان، مردم بی‌دفاع افغانستان می جنگه. و وزیر داخله ما ضعیفترین کسی هست که امروز در چوکی وزارت داخله قرار داره. یعنی دیگر کس اگر ایوازی آقای علومی می بود وضعیت را بهتر می تانست؟ البته بسیار کسایی هستند که می تانند امروز در جبهات جنگ افغانستان می جنگند، مگر با تیم جناب دکتر صاحب عبدالله و تیم دکتر صاحب اشرف غنی وابسته نیسته و در دوران کمپینش با اینا کمپین نکرده.
تنها اینا کسایی نیستن که در افغانستان آقای علومی باشه و چهار تا وزیری که هر روز از این چوکی میاد این چوکی برطرف میشن. ده ای 8 نفر در داخل افغانستان آقای نیست. آقای علومی و اینا خود در داخل حکومت نبودن، اینا افراد تازه و نو بودن. البته یه چهرهای شناخته شده بودن که اینا کار کردن. نمی وزیرایی که میبینین که فیلتر شده از فیلتر رئیس جمهور افغانستان وقتی برای مردم افغانستان وعده داده بود که من فیلتر میکنم تا از فیلتر ما وزیری که از فیلتر رئیس جمهور نگذره وزیر نمیشه. شما شاهد هستین که امروز وزیری که رشته برق را خوانده او باید وزیر دفاع افغانستان شود، وزیری که اقتصاد خوانده او باید وزیر داخله شود، وزیری که شریعت خوانده باید او وزیر شهرسازی شود. یک نفر مسلکی که در افغانستان وزیر مقرر شده نیست. کسایی هستند که اینها با دو تیم وابسته هستند، با تیمای پنجایی در پنجایی که اینا تقسیم ساختن اینا هستند. کدام وزیر کامیاب شما وزیر موفق میبینید که امروز در کابینه آقای رئیس جمهور هست؟ پس کل وزیرها باید وزارت استیضاح کنه به حساب، درست؟ سیستم وزارت داخله یک سیستم مافیایی حکم فرما هست. کسایی هستند که 10 سال در چوکی وزارت داخله کار کرده به صفت قماندان، آمر جنایی، آمرای حوزه و قماندانای ولایت، اینا غیر از اینا دیگه کسی در افغانستان وجود نداره؟ اینا در 13 سال در افغانستان اینا چی کردن؟ خب امروز حالا با استیضاح چی میخواین بکنین؟ میخواین که آقای نورالحق علومی مثلا کنار برای شما چی کسی بازی وظیفه مردم، وظیفه وکلا نماینده ملت افغانستان است. کسی که بر مردم افغانستان کار نمیتونه باید استجواب شوه، استضاح شوه، برای مردم پاسخگوی باشه که ما برای مردم افغانستان جواب بگوییم که جواب وزیر ما خواستیم. اگر جوابش قناعت بخش بود پس در وزارت خود ادامه میتونه. شما به این نتیجه رسیدین که آقای نورالحق علومی دیگه برای افغانستان کار کرده نمیتونه؟ بسیاری وزیرای کار کرده نمیتونه. خب پس کسایی همه که باید استضاح شوه. از نظر من رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی افغانستان امروز کار کرده نمیتونه، به درد مردم افغانستان نمیخوره. همگیشان باید کنار برن. اینا باید اگر شرمی داشته باشن، اگر در طول نام اینا هیچ کاری بر مردم افغانستان کرده نتانستن. امنیت مردم افغانستان امروز تمام ولایت های افغانستان زیر تهدید است. ولسوالی های ما از دست رفته. هر روز مردم افغانستان مثل گوسفند قربانی میشن بالای پارلمان. بسیار جای شرم‌آور است برای دولت و برای ارگان های امنیتی که بالای پارلمان حمله میشه. این از کجا داخل میشه؟ از همین دروازه کابل داخل میشه. هزارا موتر بارود اگر از دروازه کابل داخل شود، این وظیفه پلیس است، وظیفه امنیت است که جلوی وزیر گرفته. وقتی که انفجار کرد اینا باز میره دور شماسره میکنه با یک خود قهرمان خطاب میکنه. تشکر آقای ابراهیم زاده، سپاسگزارم. تشکر.